سلام بینید عزیز بارزوی صحتمندی و سلامتی تان و به امید از که در درسای کتاب خواندین موفق باشین درس جدید از سلسله درسای تفکر انتقادی را برتان ارائه می تا این قسمت درس شما در قسمت میم اطلاعاتی حاصل کردین و حالا می به اینکه میم چیست و چی مفهوم را از او می ارائه بکنیم در حقیقت تعریف مستقیم میم بسیار دشوار است اما توانیم بگویم که یک است که به شکل رایج به شکل ویدیو و عکس و غالبا به پای موضوعات و نقدای تنز به اشتراک گذاشته میشه در بین فضای مجازی میم ها دست به دست میگردن و متحول میشن متنای جدید به او علاوه میشه در زمین های مختلف از او استفاده میشه و هر بار با این مفاهیم مختلف و با این متون جدید و با این اشکال جدید ارائه میشن در جای مختلف در فضای مجازی و هر بار که بازی تغییر میکنن یک مفهوم کامل جدید به خود میگیرن اما اگر کوشش کنیم که برای میم یک تعریف بتیم میتونیم بگوییم که میم اندیشه است که از یک فرد به یک فرد دیگه به اشکال مختلف انتقال پیدا میکنه میم میتونیم که در فارسی تقلید معنا بکنیم یا میتونیم الگوی رفتاری هم او را قسمی که ترجمه شده در زبان فارسی و معنای الگوی رفتاری او را ترجمه بکنیم و معنا بکنیم و گفتیم که از یک فرد به فرد دیگر انتقال پیدا میکنه به میخواد او تقلید هم میگن و ای انتقال کردن معمولا از طریق تعامل اجتماعی میتونه صورت بگیره میتونه از طریق فرد به فرد صورت بگیره یا میتونه آنلاین صورت بگیره میم یا تقلید میتونه به شکل متن باشه میتونه به شکل تصویر باشه میتونه به شکل صدا باشه یا میتونه به شکل انجارهای ذهنی اجتماعی یا نرمهای ذهنی اجتماعی هم باشه تقلید یا الگوی رفتاری یا میم میتونه که ذاتا جدی باشه یا ای که میتونه که به شکل تنظامیزه به خود بگیره هر چی که اینا باشن یک چیز باید ما باید توجه باید داشته باشیم برشان که میم ها بخشای بسیار مهمی را از فرهنگ ما را تشکیل میتن و در طول زمان مورد تقلید قرار میگیرن و انتقال داده میشن از فرد به فرد، از نسل به نسل، از فرهنگ به فرهنگ و از اجتماع به اجتماع خب اگر سر از فکر بکنیم که این اصطلاح از کجا پیدا شده خوب است که کمی که در درک ازی بر ما کمک میکنه اصطلاح میم که ما گفتیم که الگوی رفتاری یا تقلید در فارسی برش میگیم نخست در بیولوژی تکاملی بر تشریح بخش مورد استفاده در انتقال خاطرات و افکار فرهنگی از یک فرد به فرد دیگر در طول تاریخ به کار گرفته شده قسمی که ژن واحد اساسی وراثت در بیولوژی است با مو ترتیب تقلید یا میم واحد اساسی در فرهنگ است خب یک بار دیگه تکرار میکنم مثل که در بحث وراثت در بیولوژی واحد اساسی ژن شناخته شده و قبول شده به می ترتیب میم یا تقلید واحد اساسی در فرهنگ پذیرفته شده و این میم ها بنیان ای که چگونه افراد در جامعه یا جهان در مجموع در مورد فرهنگشان میاندیشنه تشکیل میده میم ها وقت انتقال پیدا میکنن چی از یک نایه به یک نایه دیگه و چی از یک گروه قومی به یک گروه قومی دیگه و چی از یک فرد به فرد دیگه باید در نظر داشته باشیم که در طول زمان دچار یک سلسله تغییرات میشن اینا بیان یک فکر باستاب دهنده تقلید است که در آن فرهنگ عام است یا بر تغییر خود او فرهنگ سازگار میکنه نگفته نمانیم که تقلید یک روش بسیار مهم بر پخش داستان یا داستانها و جهان بینی هاست و خود میتونه بر ایجاد تغییر فرهنگی مورد استفاده قرار بگیره اگرچه چه به دلیل ای که چیز تقلیدیز به معنای نیست که درست است باید درباره تقلید ها به شکل انتقادی اندیشید این نکته بسیار مهم است یعنی هر چیزی که تقلید میشه آدم نمیتونه 100 درصد سط سر از مطمئن باشه و یا حکم بکنه که چون تقلید شده درست است اما شده تقلید شده رواج یافته و جریان پیدا کرده در بین یک جامعه یا در بین مردم بر ترتیبش بنابراین باید در این مورد فکر شوه که آیا درست بوده یا نبوده و البته بخش جدای از و باید شود خوب به صورت کوتاه میتانیم بگویم که میم ایده یا رفتار یا روش است که از طریق فرهنگ از فرد به فرد دیگر انتقال پیدا میکنه و اغلباً هدف از انتقال یک پدی مشخص موضوع یا معنایی که توسط از که بازنمایی میشه و یک میم به عنوان یک واحد دو عمل میکنه بر انتقال ایدای فرهنگی نمادها یا رسمایی که قابل انتقال هستند از یک زین به زین دیگر از کدام طریق از طریق نوشتن از طریق سخنرانی از طریق قد کردن یا جست گرفتن از طریق مراسم مناسکای مختلف یا سایر پیدای تقلید پذیر یا که قابل تقلید است تشکر از اینکه شنیدین امی گفتاری بود در و امیدوار هستم که تا ای بخش کورسه که تعقیب کردین تانستا باشین از موضوعاتش استفاده بکنین به زودی درس دیگه در قسمت بخش دیگه خدمت شما ارائه میکنم موفق باشین